برام تو در این روزها در جشنواره فیلم ونیز حضور داشتی، از اونجا برامون گزارش تهیه کردی. ابتدا میخوام از مشاهداتت در این روزها به ما بگی. در این 11 روزی که من اینجا بودم، خب چیزی که متوجه شدم این بود که جشنواره فیلم ونیز مثل سالهای قبلش اونقدر شلوغ و مملو از تماشاگر و تماشاچی نیست. یک مقداری شاید از بعد از کووید 19 شرایط فرق کرده باشه، ولی خب امسال بخش فیلم‌های کلاسیک هم بهش اضافه شد که خیلی پربارتر بود. اما از روز اول که من در این جشنواره بودم، همیشه افراد مختلف رو می‌دیدم که تا می‌فهمیدن ما ایرانی هستیم از ما می‌خواستن بدونن که چه فیلم‌های ایرانی در جشنواره پخش میشه و میگفتن که اصلاً میان تو جشنواره فیلم ونیز که فیلم ایرانی ببینن، سینمای ایران رو دوست داشتن و خب این خیلی چیز قشنگ و جالبی بود. اما از سمت دیگه با فیلم‌هایی که امسال در جشنواره فیلم ونیز حضور داشتن، هر 4 فیلمی که در بخش‌های رقابتی بودن، ما این رو دیدیم که خشونت علیه زنان در ایران در همه اونها تصویر میشه. یعنی هر کدوم از این فیلم‌ها رو که شما ببینید، زنان در جایگاه خوبی قرار ندارن و خب این نقدی بود که بسیاری از افرادی که خب اینجا بودند به جامعه ایران، نه به فیلم ها، در هر صورت داشتن و میدیدن، براشون قابل رعایت بود. فیلم جنگ جهانی سوم وقتی در بخش افق ها پخش شد، یه آقایی از میون جمعیت در جلسه پرسش و پاسخ ایستاد و گفتش که من میخوام بدونم که چرا این فیلم در بخش رسمی مسابقه نیست، چرا فیلم های دیگه ای که ارزشش رو به نظر من ندارن هستن ولی این فیلم نیستش. فیلم شب داخلی دیوار ساخته آقای وحید جلیلوند هم از مجله ورایتی خیلی خیلی مورد تحسین واقع شد، مخصوصا به خاطر صداگذاری روش، به خاطر فیلم نامه و خلاقیت کارگردانی. فیلم آقای پناهی هم خیلی مورد توجه به خاطر داستانش و شجاعتش در روایت اون چه که در جامعه ایران میگذره ارائه دادش. فیلم های به طور کل موفق تر بودن در جشنواره ونیز؟ من اینجا میتونم از 3 فیلم نام ببرم. یکی سنتومر هست، ساخته الیستیوب. الیستیوب یک مستندساز موفق هستش، یک زن سیاه پوست فرانسوی هستش که همیشه مورد تحسین قرار گرفته. این نخستین ساخته بلند داستانیش بود که هم جایزه شیر آینده رو گرفت، هم جایزه ویژه، جایزه بزرگ هیئت داوران. اما از اون طرف ما فیلم کارگردان بریتانیایی رو داریم، مارتین مکدونالد، چیز آف اینشنن، اون هم 2 جایزه بود، جایزه بهترین فیلم نامه و جایزه بهترین بازیگر نقش مرد برای کالین فرل. و از اون ور هم لوکا گوادانینیو، کارگردان ایتالیایی رو داشتیم برای بونزن آل که هم خودش جایزه شیر نقره‌ای رو برد و هم از اون طرف بازیگر نقش دخترش، بهترین بازیگر جوان زن در این جشنواره شناخته شد. متشکرم آرام بلند. پس از ونیز همراهمون بودیم.